نام خدا و با عرض سلام به خبر شش خوش آمدید. امروز چهارشنبه 13 ماه اسد سال 1395 هجری خورشیدی در آغاز سرخط چند خبر. تلاش وزیر صحت عامه برای به دست آوردن پروژه های این وزارت برای یک نهاد وابسته به خودش. ما در حدود 28 تن مسئولین رؤسا که در فساد شریک بودند با دوسیه و اسنادش به سارنوالی محترم گسیل کرد. خودداری برخی از مقام های دولتی برای ثبت دارایی هایشان. بعضی افراد دارایی خود به خارج از کشور انتقال میتن و ما امکانات نداریم که دارایی هایشان را در اونجا تثبیت بکنیم. انتقاد از ناتوانی مدیریت و رهبری جنگ در افغانستان و افزایش عملیات طالبان در برخی از بخش های کشور. عملیات تکنیکی نیست، عملیات صادقانه نیست، عملیات به اختیار خود نیست. نشست رهبری حکومت با کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی درباره اصلاح نظام انتخابات. و انتقاد رئیس جمهوری ایران از غرب از بهر عملی نشدن تعهدات غرب در برای توافقنامه هسته‌ای ایران. شجاع زکی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. بر بنیاد برخی از اسناد وزیر صحت عامه مؤسس و رئیس نهاد بود که بخش از پروژه های این وزارت برای چند سال در انحصار این نهاد بوده است. در این سند آمده است که این نهاد به تازگی برای گرفتن چند پروژه دیگر وزارت صحت عامه نیز کوشیده است. وزیر صحت عامه میپذیرد که در ایجاد نهاد تقویت حکومتداری افغانستان نقش داشت و چند سال نیز رئیس نهاد بود، اما آقای فیروز تاکید می‌ورزد که پیش از وزیر شدنش از ریاست این نهاد کنار رفت و در زمان وزارتش هم حتی وزارت صحت عامه پروژه به نهاد تقویت حکومتداری افغانستان داده نشده است. این سندها نشان می‌دهند که فیروز الدین فیروز وزیر کنونی صحت عامه در سال 1388 هجری خورشیدی برای ایجاد نهاد زیر نام تقویت حکومتداری افغانستان یا GIA دست به کار شده است. هرچند وزارت اقتصاد میگوید که مدت بعد به علت برخی از تخطی‌های کاری جواز این نهاد را برای مدت ملغا ساخت. مطابق قانونی مؤسسات غیر دولتی گاهی که اگر مؤسسات تخلف‌های میکنن و تو سال گزارشات چون به موقع نمیرسه موضوع لغو از اینها مد نظر گرفته میشه و باز این لغو شده بود، باز دوباره اینا اسناد و اوییدنس و همون مراحلی را که در قانون پیش بینی شده بود اینا ارائه کردن، دوباره پس این مؤسسه بعد از مدت 6 ماه دوباره پس این جواز فعالیت گرفت. بر بنیاد این سندها نهاد GIA که در بخش‌های پژوهشی و آموزشی بهداشت فعالیت دارد، در انگامی که فیروز الدین فیروز رئیس آن بود، دست کم 4 پروژه وزارت صحت عامه را به دست آورد. همچنان گفته شده است که اکنونم GIA در حدود 3 پروژه این وزارت را به پیش می‌برد. هرچند این مرد که رئیس کنونی این نهاد است، تأکید می‌ورزد که این نهاد پس از پروژه‌های پیشین کار تازه‌ای برای وزارت صحت عامه انجام نداده است. څه پروژې چې موږ ترلاسه کړي دي البته هغه د نورو پارتنرانو لخوا دغه شوي دي او موږ هغه هم د نورو مؤسساتو په همکارۍ سره چې موږ یو پارتنرشپ جوړ کړی و نو دم ترلاسه کړي. در همین حال وزیر صحت عامه میگوید که دیگر با نهاد تقویت حکومتداری افغانستان پیوند ندارد و سندهایی که در این باره پخش شدند بی‌بنیاد هستند. ما در حدود 28 تن مسئولین رؤسا که در فساد شریک بودند با دوسیه و اسنادش به سارنوالی محترم گسیل کردیم. طبعا این افراد بیکار نمیشینند، هیچ وقت مفسد نمیگه که من مفسد هستم. از او خاطر است که یا سر و صدا را مندازند و از هان مردم میخواهند مخشوش کنند. با این همه اداره عالی مبارزه با فساد اداری از آغاز بررسی ها درباره گزارش ها از فساد اداری در وزارت صحت عامه خبر میدهد. آغاز شده، ادامه داره، اما خاتمه نیافته. نتایج ازی بعدن میشه که ما با رسانه شرکت شریک بسازیم.
در سندهای پخش شده درباره پیوند وزیر ساعت آمه و نهاد جی‌آی‌ای آمده است که همکنون نیز بخشی از سران این نهاد در اداره وابسته به وزارت ساعت آمه کار می کنند. چیزی کم وزارت ساعت آمه و هم نهاد جی‌آی‌ای آن را به دور از واقعیت می دانند. رئیس جمهور غنی برای آغاز روند اصلاح نظام انتخابات فرمان تازه صادر خواهد کرد. سخنگوی رئیس جمهور میگوید که پس از رد فرمان تقنینی رئیس جمهور درباره اصلاح نظام انتخابات از سوی مجلس نمایندگان، ریاست جمهوری با کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی رأی زنی کرد و این کمیسیون مشوره داده است تا رئیس جمهور با صدور فرمان تازه روند اصلاح نظام انتخابات را آغاز کند. ظاهرا بنبست انتخابات شکسته شد. کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی میگوید رئیس جمهور میتواند فرمان تقنینی جدید را در مورد قانون تشکیل، صلاحیت ها و وظایف کمیسیون مستقل انتخابات بدون نیاز به فرستادن به مجلس نمایندگان صادر و آن را نافذ کند. در اعلامی کمیسیون مستقل نظارت بر قانون اساسی آمده است اداری امور توسط مکتوب در مورد چگونگی فرمان تقنینی رئیس جمهور در مورد قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایت انتخاباتی که توسط مجلس نمایندگان رد شده و توسط مجلس سنا تایید شد، نظر این کمیسیون را خواستار شده است. کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی میگوید که بر بنیاد ماده 79 قانون اساسی، رئیس جمهور میتواند هر گونه فرمان تقنینی را در زمان رخصتی‌های شورای ملی صادر کند. پس از رد فرمان تقنینی، حکومت از کمیسیون محترم نظارت بر تطبیق قانون اساسی طالب نظر حقوقی ایشان شدند. کمیسیون محترم دیدگاه خود را بیان کردند. به تعقیب آن امروز جلسه به سطح رهبری حکومت دایر گردید و بر اساس نظر کمیسیون به زودی اقدامات بنیادی حقوقی و اجرایی برداشته می شود. در همین حال نهادهای ناظر انتخابات با استقبال از این فیصله می گوید که کمیته گزینش برای انتخاب اعضای تازه کمیسیون های انتخاباتی باید هر چیز زودتر کارش آغاز کند. حکومت زودتر اقدام کنه. ما از صدور فرمان جدید استقبال میکنیم و توقع ما است که بعد از صدور فرمان کمیته گزینش کارش آغاز شه و ما شاهد عملی سازی اصلاحات انتخاباتی بر افغانستان باشیم. ضرورت است تا حکومت هرچه عاجل فرمان جدید در مورد قانون تشکیل وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون انتخاباتی را تصویب بکنه و بعد از توشیح رئیس جمهور او را نافذ بسازه، چون فرمان تقنینی بعد از توشیح رئیس جمهور نافذ است و به اساس از او فرمان باید اجرات عملی صورت بگیره. پیش از این مجلس نمایندگان دو فرمان تقنینی رئیس جمهور را درباره اصلاح نظام انتخابات رد کرده است و از همین رو روند اصلاح نظام انتخاباتی با بنبست روبرو شده بود. ثبت دارایی‌های مقام‌های دولتی با دشواری‌های روبروست. رئیس اداره عالی مبارزه با ارتشا و فساد اداری میگوید که بررسی‌های این نهاد نشان می‌دهند که برخی از این مقام‌ها بخش‌های از دارایی‌هایشان را ثبت نکردند. برخی از نهادهای مبارزه با فساد اداری چگونگی ثبت دارایی‌های مقام‌های دولتی را خنداور، مردم فریبانه و دور از واقعیت می‌دانند. با باور این نهادها کسانی که در ثبت دارایی‌هایشان تخطی کردند، باید زیر پیگرد عدلی و قضایی قرار گیرند. ثبت دارایی های مقام های دولتی یکی از برنامه های مهم حکومت در کار مبارزه با فساد در رده های بلند حکومت است، اما به نظر می رسد که این روند با دشواری های روبرو بوده است. مشکلات وجود دارد. مشکلات گفتم که از عدم ثبت و راجستر درست ملکیت ها، مثلا وسایت، قراردادهای مالی، خرید و فروش ها و عدم امکانات امی اداره به خارج از کشور. بعضی افراد دارایی خود به خارج از کشور انتقال میده و ما امکانات نداریم که دارایی‌هایشان را در اونجا تثبیت بکنیم. در این میان اداره یالی مبارزه با ارتشاب و فساد اداری میگوید که یافته‌های نهاد نشان میدهند که برخی از مقام‌ها بخشی از دارایی‌هایشان را ثبت نکردند. در موردی که شک به میان میآید و اطلاعات دقیق را نمی‌شود، باید که تحقیقات بیشتر انجام شود و حتی باید که مورد پیگرد عدلی و قضایی قرار بگیرد افرادی که اطلاعات دقیق را ارائه نمی‌کنند. با این همه چگونگی ثبت دارایی‌های مقام‌های دولتی با انتقادهای سختی روبرو بوده است. بررسی دقیق این دارایی‌ها یکی از خواست‌های مهم نهادهای مبارزه با فساد است. من نمی‌فهمم که اصلا رهبری دولت چی می‌خواد از این ثبت دارایی، فقط
یک فریب برای مردم میده، فریب جامعه جهانی میده. دیگه واقعا یک چیزی خنده‌آور است. پخش دقیق دارایی‌های مقام‌های دولتی یکی از خواست‌های جامعه جهانی در نشست بروکسل نیز از کابل خواهد بود. بر بنیاد این کارشی و پس از پایان مأموریت این مقام‌ها، دارایی‌هایشان در درون و بیرون از افغانستان باید بررسی شوند تا روشن شود که چه تغییراتی در اندازه دارایی‌هایشان آمده است. عملیات شفق در آینده بسیار نزدیک در شمال و شمال شرق کشور متمرکز خواهد شد. وزارت دفاع ملی میگوید که اکنون این عملیات در ولایت ننگرهار متمرکز است و نیز به گروه های آراسبگن در شمال کشور هشدار میدهد که نابود خواهند شد. اما باورهای نظامیان پیشین این هستند که رهبری عملیات شفق در کار سرکوب آراسبگن قناعت بخش نبوده است. بنابراین نیروهای دولتی در بیشتر بخش های کشور در حالت دفاعی به سر میبرند. گسترش فعالیت های طالبان آرامش شبها و روزهایشان را قربانی گرفته است. این نیروها از بهر سرکوب تلاش های طالبان برای به دست آوردن ولسوالی در قد تخار در برابر گلوله های این گروه قد بلند کردند. طالبان 4 روز پیش از 4 سو بر این ولسوالی حمله کردند. اما سدهایی را که این نیروها در برابر طالبان ایجاد کردند، در درازای 8 ساعت طالبان را ناگزیر به فرار ساختند. ما به نمایندگی نیروهای امنیتی ولسوالی در خط به مردم ولسوالی در خط اطمینان میدم که آروم و آسوده زندگی خود را پیش برند. در آغاز سال، حکومت وحدت ملی عملیات شفق را برای سرکوب طالبان اعلام کرد. عملیاتی که انتظار می‌رفت تا طالبان را زمین گیر بسازد. اما باورهایی نستند که در درازای این عملیات اوضاع امنیتی در ولایت‌های هلمند، کندوز، بغلان و فاریاب نه تنها که بهتر نشده است، بل گروه های حراس افغان در این ولایت‌ها بعد از آوردهای نیز دست یافتند. مردم بسیار زیاد انتظار از این عملیات داشت. اما چون عملیات تکنیکی نیست، عملیات صادقانه نیست، عملیات به اختیار خود نیست، بنان عملیات توقف میکنه. وقتی که عملیات توقف میکنه، دشمن میتونه که هر طرف احراز افغانی کنه و هر طرف تعرضات خود پیش بره. ایستادگی این نیروها در برابر گروه های حراس افغان فراوان ستوده شدند. اما چگونگی مدیریت جنگ همواره به انتقاد گرفته می شود. خطه ریزرف پولیس فیلان در صدر در کوشت های دفاعی افتیده. باید ما خطه ریزرف بکشیم و خطه عملیاتی ماست. فیلان باید خطه عملیاتی ما در دفاع باشه. برای عملیات آمادگی نداریم. اما دیدگاه وزارت دفاع ملی درباره عملیات‌ها و چگونگی مدیریت جنگ چنین است. بعد از این عملیات شفق انشالله به ولایت شمال کشور میرن و اونجا هر جایی که پلان است ممکن تطبیق شود. وزارت دفاع ملی به این باور است که همین اکنون کم از کم 12 گروه حراس افغان در افغانستان فعالیت دارند. فعالیت‌هایی که شبانه روز از مردم قربانی می‌گیرند. در این حال نیروهای دولتی برای بیرون راندن طالبان از ولسوالی نادعلی عملیات را آغاز کردند. هرچند طالبان 3 روز پیش با حمله بر پاسگاه های نیروهای دولتی برخی از بخش های ولسوالی نادعلی را تصرف کردند، اما اکنون نیروهای کماندو برای پس گرفتن این بخش ها عملیات را راه اندازی کردند. هم اکنون درگیری میان نیروهای دولتی و طالبان در منطقه چاه انجیر نادعلی ادامه دارند. عبدالله حمیم خبرنگار طلوع نیوز از خط نخست نبرد در ولسوالی نادعلی گزارش میدهد. این راه که به مرکز ولسوالی نادعلی می رسد درست پیش از سوی طالبان بسته شد، اما اکنون با رسیدن نیروهای تازه نفس دولتی به خط نخست نبرد راه لشکرگاه نادعلی پاکسازی شده است و رفت آمد برخی از وسایط در آن دیده می شود. فرمانده پلیس ولایت هلمند درباره عملیات نادعلی چنین می گوید: پرسنل خود ببینیم و مورال اونو رو ببینیم که در سیان هستن شما عمل هم که مورال اونو بسیار و مورال اونی قرار دارن و سر دیگر مسیر شما رو ما کنترل کردیم که وضعیت امنیتی مکمل خوب است. هرچند فرمانده پلیس ولایت هلمند از تامین امنیت ولسوالی نادعلی مطمئن است، اما نظامیان سخت در نبرد هستند تا پاسگاه های سقوط شده شان را از دست طالبان در این ولسوالی پس بگیرند. این نظامیان کماندو میگن که برای شکست طالبان و پس گرفتن بخشای از دست رفته عملیات شبانه را رو اندازی کرده اند.
ما آماده هستیم، پلان گذاری ما خلاص است، ما آماده اجرای وظیفه هستیم. بخیر تا 10 دقیقه دیگه یا 5 دقیقه دیگه اجازه دشمن در ساعتی که جای بجای شده ما بالای از اینا عملیات خود شروع میکنیم. پس از چند ساعت درگیری نیروهای دولتی توانستند نزدیک به 6 کیلومتر در منطقه چانجیر ولسوالی نادلی پیشروی کنند و این بخشا را از وجود طالبان پاکسازی نمایند. چیز کم 6 کیلومتر ما سهار پس دوباره پاکسازی کردیم، سهار گرفتیم و تلفات بسیار سنگین به دشمن هم وارد شده و حال فعلا هم درگیری ما جریان داره. عملیات پس گرفتن بخشای از دست رفته در منطقه چانجیر ولسوالی نادلی ادامه دارند، زیرا طالبان شماری از بخشای این منطقه نادلی را هنوز هم در اداره دارند. تا چند لحظه دیگر چند خبر جهان را میشنوید با طلوع و شبکه جهانی طلوع نیوز باشید. ادامه خبرهاست طلوع و شبکه جهانی طلوع نیوز. غرب در توافق نمای هسته‌ای با ایران به تعهداتش عمل نکرده است. رئیس جمهور ایران با انتقاد از آنچه که وعده خلافی غرب در برابر تهران میداند میگوید که این کار به رشد اقتصادی ایران زیان رسانیده است. این گفته ها یک روز پس از آن ابراز می شوند که رهبر مذهبی ایران گفت مردمان عادی ایران از توافق نمای هسته‌ای این کشور با غرب ای سود نبردند. در این حال واشنگتن میگوید که توافق نمای هسته‌ای با ایران منطقه را با ثبات می سازد و واشنگتن به تعهداتش در این توافق نامه پابند است. بیش از 6 ماه از اجرایی شدن توافقنامه هسته‌ای ایران با غرب می‌گذرد، اما تهران می‌گوید که غرب به تعهداتش عمل نکرده است و ایران از این توافقنامه سود لازم را نبرده است. اگر طرف مقابل ما دقیقاً به همه آنچه متعهد بود به خوبی عمل می‌کرد، ما شرایط بهتری امروز داشتیم. حسن روحانی تاکید می‌ورزد که تجربه توافقنامه هسته‌ای ایران را از گفتگو با ایالات متحده درباره مسائل دیگر منطقه‌ای باز می‌دارد. جلو سنگ‌اندازی‌ها رو می‌گرفتم، جلو کندکاری‌هایی که ما امروز داریم می‌بینیم شاهد اون نبودیم، چه بسا ما به طرف اعتماد می‌کردیم، در یک موضوع دیگر هم حاضر بودیم با اونها مذاکره بکنیم که ممکن بود به نفع منطقه، به نفع آمریکا، به نفع ما، به نفع دیگران باشه. با این حال ایالات متحده میگوید که تعهداتش را در برابر ایران عملی ساخته است. اراده ما این است که به عمل ساختن تعهداتمان در توافقنامه هسته‌ای ادامه دهیم، زیرا باور داریم که این کار بر ثبات منطقه و نیز بر ثبات جهانی اثرگذار است. ایران میگوید که بر بنیاد توافقنامه هسته‌ای با غرب برنامه‌های هسته‌ایش را محدود ساخته است، اما هنوز هم در زمینه‌های اقتصادی و مالی از نتایج تحریم‌های پیشین غرب رنج می‌برد. با اکنون نگاه کوتاه داریم بر چند رویداد دیگر در جهان. 650 شهروند پاکستان در افغانستان، سوریه، عراق، یمن و آسیای میانه می جنگند. سازمان استخباراتی پاکستان می گوید که 132 تن از این افراد را که اعضای چندین گروه عراس افغان هستند شناسایی کرده اند. با سقوط یک هواپیمای مسافربری امارات با 300 سرنشین آن در فرودگاه بین المللی دبی، همه پروازها در این فرودگاه به تأخیر افتادند. مسئولان این فرودگاه میگویند که هواپیما هنگام نشست در این فرودگاه به علت مشکلات فنی آتش گرفت، اما در این رویداد به سرنشینان این هواپیما هیچ آسیبی نرسیده است. صد آتن در اسلام آباد در واکنش به سفر وزیر داخله هند به پاکستان دست به راهپیمایی زدند. آنان با سر دادن شعارهای ضد حکومت هند میگویند که اسلام آباد نباید اجازه بدهد آن مقام های حکومت هند که در سرکوب معترضان در کشمیر دست دارند به پاکستان بیایند. خبرهای اقتصادی هم لحظات بعد تقدیمتان می شود. با ادامه خبرها خوش آمدید.
فرماندهی پلیس کندهار گردش کلدار پاکستانی را در این ولایت ممنوع اعلام کرده است. بر بنیاد خبرنامه‌ای که سوی فرماندهی پلیس کندهار پخش شده است، کسانی که در مرکز و بالاسوالی‌های کندهار با ارزهای خارجی داد و ستد کنند با پرداخت جریمه‌های نقدی محکوم با نهادهای عدلی و قضایی معرفی خواهند شد. از سوی هم تقاضای بسیار به پول افغانی در بازارهای کندهار سبب افزایش ارزش افغانی در برابر شمار از ارزها شده است. با کرگیری افغانی در داد و ستد روزمره در کندهار سبب کاهش بهای دلار و کلدار پاکستانی در بازارها شده است. مثلا اتحادیه صرافان سرای شاهزاده با استقبال از تصمیم اخیر فرماندهی پلیس کندهار میگویند که در نتیجه همین تصمیم افغانی به گونه بی پیشینه در بازارهای کندهار به گردش درآمده است. اعلان یا امو گفتار از او باعث ازی شد که افغانی در مقابل تمام اسعار خارجی ارزش خود بهتر کرد و خوبتر شد، دیگه اسعار در مقابل افغانی نو د افغانستان بانک امیدوار دی، هیله مند چې دا پروسه دا لړۍ ادامه ومومي. زموږ هیوادوال همداسې چې اوس ورته لیوالتیا لري افغان بانک نوټ ته او تقاضا ورته ډېره شوې، دغه بهیر ادامه پیدا کړي تر څو زموږ ملي پیسه کوم حقیقي ارزښت چې لري هغه ترلاسه کړي. این در حال است که گفته می شود در حال حاضر گذشته از ولایت های مرزی در شماره از ولایت های مرکزی کشور نیز معامله های روزمره با کلدار، تومان و دلار انجام می شود. و گفته می شود که گردش ارزهای خارجی در معامله های روزانه ارزش افغانی را در بازارها سخت زیان زده است. عملی نشدن شماره از پیمان های مهم معادن در کشور و تاخیر در کار پروژه های معادن اثرهای ناگوار بر افزای اقتصادی کشور داشته است. شماره از آگاهان اقتصاد میگویند که وجود فساد در پیمان های معادن و نبود نظارت جدی وزارت معادن از عملی شدن این پیمان ها نگران کننده است. و این هم نرخ شماره از ارزها در برابر پول افغانی در بازار امروز کابل. یک دلار امریکایی 68 افغانی و 70 پول، یک یورو 75 افغانی و 10 پول، یک درهم امارات 18 افغانی و 40 پول، 1000 روپیه هندی 1000 افغانی، 1000 تومان ایرانی 18 افغانی و 70 پول و 1000 روپیه پاکستانی 623 افغانی. خبرهای ورزشی هم لحظات بعد تقدیمتان می شود. تیم ملی کرکت کشور پس از رقابت در برابر اسکاتلند، ایرلند و هالند امروز به کشور برگشت. کرکت بازان کشور پس از رویارویی مقتدرانه در برابر اسکاتلند، ایرلند و هالند در بازی‌های یک روزه و چهار روزه بین المللی به پایتخت رسیدند. زمنګ اصلي مخه دا واسه موږ په اروپا کې البته په دینړۍ په دویمه درجه هوادونو کې خپل برتریت قائم کړو. کوم چې زمنګ د سلو رزلوبه و دا ډیر مهمه لوبه و، ځکه چې موږ دا وګټو د نورو سره لوبي دي چې دا وګټو نو موږ ته بیا هغه ټیسټ درجه شته نو آی سی سی هغه راکوي، نو موږ کوشش کوو چې روانه کې مسابقه دي سلو رزي هم وګټو. مراسم قرعه‌کشی رقابت‌های جودو در 31مین دور بازی‌های المپیک تابستانی عصر پنجشنبه در محل برگزاری رقابت‌ها برگزار خواهد شد. این دور از مسابقات با حضور 388 جودوکار از 151 کشور جهان از روز 16 ماه اسد رقابت‌های خود را روی دوشک روی آغاز خواهند کرد. در این دور از پیکار 7 قهرمان آسیا، جهان و المپیک برای دفاع از عنوان قهرمانیشان رقابت خواهند کرد. ما در تلاش رسانیدن داغ‌ترین خبرهای افغانستان و جهان به شما هستیم. پس برای شنیدن تازه‌ترین خبرها به 456 زنگ بزنید و شماره 111 را دایر نمایید. این بود خبرها تا این ساعت. از توجهتان جهان سپاس. والا شما دعوت میکنم که با برنامه‌های دیدنی طلوع و شبکه جهانی طلوع نیوز باشید. وقتتان بخیر. خدا نگهدار.